غبار زدگی که در کنارشان بودن مثل آقای داوی و کسای دیگه در مقابل رژیم های دیکتاتوری وقت و خصوصا خاندان نادرشاه، دوست اعظم بسیار مستبد و دیکتاتور هاشم خان و برادرشان، و یک دوره تبعید بسیار طولانی آقای غبار در فرا، زندانی شدنشان، اینا چه حرفایی دارین؟ چقدر این مسائل شما برش ارزش قائل هستین من ایسی یک تاریخ نگار؟ خب ایتو بود استبداد دولتی که در اون زمان به وجود آوردن بودن نمی خصیص رازهای پنهان تاریخ و ایدا شود. حتی که با خودشان مثلا دولت از دایش ها مثلا از پشتون هستند، حتی نمیگذاشتند کتاب تاریخ احمدشاهی بیرون، مثلا از آقای غبار به میترتیب تایشتایشن، یا دگران که نخبگان که خواهان تحقیق و تعول بودند و میخواستن نظام پادشاهی رو به این شکل که وجود داشت ایده به اصلاح بهش تعول بیارن و تحقیقات درش بیارن تغییر بکنه، صدر اعظم به وجود میاد. اما وقت کمی کارا هم صورت گرفت. صدر اعظم ها کی بود؟ خاندانی بود، خاندانی بوده که کاکایش با کیگاه دیگه کاکای دیگهش بود که حکومت میکرد. خب استبداد خانوادگی که اینا خواهان از این نبودن که مردم آرام باشن، آزاد باشن و بتانن یک زندگی مرفه خوب داشته باشن، خواهی نخواهی تحصیلات خودش بالای نخبگان جامعه ما در او زمان داشت که در نوشته هایشان میبینیم، مقالاتشان میبینیم، جرایدی که در او زمان اینا چاپ میکردن و نشر میدادن و انگشت انتقادش شدیدشان در افشاگری خوده. اگر شما غیر از زندیات غبار چند تاریخ نویس دیگه را نام بگیرین که مشابه و آقای غبار حقایق گفتن، میتونین نام بگیرین که ها مثلا بودن که عقایق به میسویه نوشتن با همین جرأتش آمد؟ بله، در تاریخ معاصر افغانستان میتونیم از فیض محمد کاتب ازاره یاد بکنیم که گرچه که فیض محمد کاتب ازاره یک نویسنده دربار بودن، آثار را که نوشته کرده همیش در زیر نظرم شاهان گذشتانده شدن، اما چند اثرش هم میتونیم که یاد کنیم، مثل کتاب تذکر انقلاب فیض محمد کاتب ازاره که به ابتکار خودش نوشته شده و اواخر دوران مثلا امان الله و آمد دوران حبیب الله کلکانی خودش، اما الان چه چشم دیدش هست نوشته کرده که من نوشته قلمی از این یک کاپیش به پیش ما بود که آدم میتونه قشنگ ببینم جایی را خط کشیده و در پایانش پاورقی جمله را صحیح‌تر نوشته کرده، یعنی چیز سانسوری در کتابش نمیبینیم که وجود داشته باشه. و به ترتیب از آقای غبار میبینیم که تلاش‌های خودش را زیاد کرد که بتونه یک سری وقایع تاریخی یاد کنه، و به ترتیب آقای میرغلام فرهنگ است، آقای فرهنگ است که دو اثر را که نوشته کردن و در این دو اثر خودشان تا جایی تلاش کردن که با منابع دقیق دسترسی پیدا کردن، حتی از آقای غبار کرده آقای فرهنگ را میبینیم که اردویشان که در یک دوری که زندگی میکردن یک تاریخ به نام تاریخ احمدشاهی وجود داشت و این تاریخ امو زمانها در مجله آریانا توسط دکتر اسدالله عبید فکر میکنم چندین بخش های تاریخ احمدشاهی رو در مجله آریانا چاپ کردن، اما نه آقای عبیدی و نه آقای غبار از این تاریخ هیچ فیض نبردن، چرا این تاریخ دست اول است که یعنی سند دست اول است که در باره دربار شاهی احمدشاه دورانی ما میتونیم از او استفاده ببره، هر تاریخ دارد و چرا کتاب های دست اول هستن بعد تواریخ دیگه است. اینا استفاده نکردن، ما آقای فرهنگ کسی استفاده کردن و تا جای از در کتاب خودش در دوران احمدشاه دورانی یاد میکنه از این تاریخ و همچنان منابعی که بعدا نوشته شده یا معاصر زمان احمدشاه از فیض بردن. و می ترتیب ما داریم تاریخ نویسان، داریم وقایع گران، داریم که بشادم ازشان یاد بکنم.